سلام، وقتتون بخیر. امروز با یک لایو دیگه با یک همکار عزیز اومدیم و میخوایم در مورد سوالات پرتکرار شما به سوالات پرتکرار شما جواب بدیم. سلام دوستان، مرسی که ما رو همراهی میکنید. سلام. حال شما؟ مرسی، ممنونم. شما خوبی؟ تشکر. شما مرسی از وقتتون. خواهش میکنم. شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. ممنونم، مرسی. امروز من با فروزان جان اومدیم در مورد دو تا از سوالات پرتکرار شما به اونها جواب بدیم. و ابتدا میخوام که فروزان جان خودتون رو معرفی کنید برای فالوورهای پیج من. بچشم تشکر. بسیار تشکر از اینکه مرا دعوت کردی. اول ماندنا جان سلام احترامم خدمت خودت، خدمت تمام دوستایی که ما را از هر جای دنیا میبینه تقدیم است. من فروزان هاشمی هستم، در شمال کالیفرنیا همراهی شوهر ما فرزندان زندگی میکنم و بکگراند معلمی داشتیم. سالها را در افغانستان معلمی کردم. تقریبا 13 سال میشه که امریکا به کالیفرنیا آمدیم و مهاجر شدیم. مثل تمام مهاجرین لیل نهار زندگی خود دیدم و کار کردم، زحمت کشیدم، بسیار کارم کردم. بلا فاصله کازمتولوژی هم خواندم، هم آل جایی که اصلا ما دنبالش بودم در مقدر سال، در مقدر عمره پیدا کردیم این بزنس آنلاین. به قول بسیاری از دوستای ما رویایی یا اثبات شده و قانونی که واقعا خیلی هم آشنا شدیم. ما بسیار خوشحال هستم که حالا هستم دایی و حالا در خدمت شما. مرسی، ممنونم. منم خودم رو معرفی میکنم. من ماندانا هستم، 14 ساله که همراه با خانواده در کالیفرنیا زندگی میکنم. بک‌گراند شغلی مامایی هست و الان هم در رشته فارمیسی تکنیشن مشغول به کارم و در کنارش هم این بیزینس خوب رو شروع کردم و دوستان خیلی خوبی در این بیزینس پیدا کردم. خب فروزان جان، یکی از سوالاتی که زیاد از ما میشه این هستش که به ما میگن که آیا ما میتونیم بدون اینکه از چهره و صدای خودمون در سوشیال میدیا استفاده کنیم میتونیم در این بیزینس شرکت کنیم؟ خب ما میدونیم که هر کس برای اینکه بخواد در این بیزینس کار کنه و اطلاعات رو در مورد این بیزینس بده، انتخابی هست که چطوری در سوشیال میدیا حاضر بشه. یا دوست داره از تصویر خودش استفاده کنه، یا اینکه از صدای خودش استفاده کنه، و یا بعضیا به خاطر مسائل حالا سیاسی، مذهبی، و یا اینکه کلن خجالتی هستن و دوست ندارن که در سوشیال میدیا حاضر بشن. اصلا هیچ مانعی نداره، این بیزینس انتخابی هست، هر کس میتونه به هر طریقی که دوست داره اطلاعات این بیزینس رو به دیگران نشون بده. حالا شما یه مقدار توضیح بدین در این مورد. تشکر ماندنا جان، واقعا سوال بسیار خوب که زیاد امرای از ما رو برمیخوریم. هم مگی همی سوال همی کنه که ما میخوایم که بزنس شروع کنم اما نمیتونم که خودم مثل شما واره لایف فراز بهم صحبت کنم یا تصویر خودم بگذارم. ما افراد به دو دسته تقسیم میکنم. یکی کسایی هستن که از طرف فامیل، البته منظور ما تنها از افغان ها هستن که بسیاری ها اجازه ندارن که عکس خود بگذارن یا خودشان بیاین با چهره خود یا با تصویر خود صحبت کنن، که البته ما بعد از اونام توصیه میکنم که به فامیل خود احترام بگذارن. باید چیزی که قانون خانوادگی آدم است، حتما او را به خاطر یک بزنس خراب نکنه، زندگی خود خراب نسازه. ایجا آل فعلا تکنولوژی بسیار پیشرفته شده، امکانش 100% است. میتونن که هیچ لزومی نمیبینم که
حتما باید بیا کس خودش صحبت کنه یا از چهره خود استفاده کنه. در اینترنت بسیار عکس ها، فوتوها، ویدوها هست که آدم از او استفاده کنه و بیایم کار ما فقط کار تبلیغاتی است، تبلیغات خود کنه. و دسته دومه که هست مردم که نمیاین که از چهره خود استفاده کنن، اونا کسایی هستن، بسیاری کسا میگه که من میشرم و میامه خجالتی هستم، میامه خوش ندارم که تصویر خود بانو میام، دوست ندارم که لایف بیایم، که به خودم اومد که از امور اشخاص بودم، نمیخواستم در قدم اول. اولین سوال من وقتی که من با خانم محترمه که در مورد از این بزنس صحبت کردم امی بود که من نمیخوایم که عکس خود بگذارم در سوشل میدیا، یا خودم لایف، چون او خودش لایف بسیار میامد، یا خودم لایف بیایم مثل خود دوار صحبت کنم. گفت خیر است، اشکال نداره، اگر میای نمیایی لایف میتونی که نبیایی، این انتخاب خودت است. اما من مطمئن هستم در صورتی که یک بار تو در بزنس بیایی 100% میخوایی که بیایی. و واقعا همون گپم شد. من تا 6-7 ماهی که من در این بزنس بودم اصلا دوست نداشتم که هم یعنی جهانی بسازم، کلگی دوست فامیل آشنا اینا خبر بسازم، با هم ای که با تصویر خود یا با چهره خود بیایم یا عکس خود بگذارم. مگم ترنینگ ها را دیدم، اولین کاری که در این بزنس هست همی هست که سر مایندست با بسیار کار میکنن، مایندست ها تغییر میکنن. و اینا کلش مرا راستی که واقعا من خوشحال هم هستم که به این بزنس آمدیم، به خاطر که دوستا سراسر دنیا دارم و مایندست ما بسیار چنج کرده. با تمام توضعات و تمام ترنینگ هایی که دارم، من همیش میگم ترنینگ ما معادل یک کالج دیگری و بالاتر از او هسته، برای از اینکه همیش آپدیت شده است، همیش بروز دنیا هسته. به این خاطر برای دوستا توضع میکنم که هیچ نگران هزینه باشین، که من با تصویر خود نمیتونم. میتونین که وایس اوور کنین، میتونین که از صدایتان استفاده کنین، از عکس های اینترنتی استفاده کنین، از انیمیشن های بسیار زیاد است که استفاده کنیم. حالا دیگه هیچ، من همیشه میره در لایف های خود میگم که نمی کنم و نمی تانم و نمی خواهم، کاملا دور کنیم، می تانیم، می خواهیم و می فاهمیم که چطور کنیم. برای ای که هست بسیار مواد است امیال در اینترنت، بسیار اپای ارزنده و بجا با خوب در دسترس ما هست، اکثریت شامفری است. اگر که پول هم پرداخت کنیم، بسیار یک پول ناچیز است که ما پرداخت کنیم، می تانیم که از اونا استفاده کنیم، مخصوصا در ای سال 2024 که ای AI چقدر غوغا برپا کرده، حتی در جاهایی که مردم جاهای بسیار سیکور داشتن، امیال جگرخون هستن، میگن که شاید ما جاب خود از دست بدم. و یایی که این فست فودا بسیار زیادش جگرخون است، به خاطر از این غصه میخورن که تمام آنرا میخوان که امپلایی خود کم کنن، لیولشان پایان بره. یک دانه ماشین هم میارن استاپ میکنن، ماشین جای دو تا سه تا کارگر پیش میبره. و یعنی چیزی است که بسیار آدم جگرخون میسازه و جاب از دست مردم گرفته شده. با مو خاطر است که روز بر روز به این بزنسی که ما و خودت و هزارها نفر دیگه مشغول هستیم و کار میکنیم و سخت کوشش میکنیم، به خاطر امی است که میفهمیم که ای هیچ وقت از بین نمیره و مزایایی که این بزنس بر ما شما میده. خب اگر چهره رو یک طرف بگذاریم که نمیم مدروی پرده ظاهر نمیشم یا نمیخوایم که چهره خود نشان بدم، ایره یک طرف بگذاریم، چقدر مزیت های دیگه من دنا جان ما و شما داریم در این بزنس. همین که موقعیت زمانی و مکانی نداره، وقت و واده نداره. من میال از کار 9-to-5 خود که خبرم داری که با صبح نمرایت صحبت کردم، من در کار بودم، آمدم خانه نه فقط یک دستوری تازه کردم، اومدم در بسیار ساده، بسیار آسان. یعنی فلکسیبیلیتی این بیزینس عالی هست برای کسانی که دارن یک کار دیگه هم دارن، کار اصلی دارن، از درآمدشون راضی هستن، از کار خودشون هم راضی هستن، ولی این رو در کنار کارشون انجام میدن، به خاطر اینکه فلکسیبل هست، در هر زمان و هر مکانی که بخوان میتونن انجام بدن. خیلی ممنون
فروزان جان به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. کسانی که وارد این بیزینس میشن در اوایلش اون مایندست رو ندارن که حالا بخوان توی سوشیال مدیا بیان، ولی به مرور زمان این مایندست تغییر میکنه، رشد میکنیم و خود به خود خودشون دوست دارن بعد از یه مدتی بیان توی سوشیال مدیا. و بله بله همه ما هم همین حالت بودیم، ما هم خودمون دوست نداشتیم اوایلش بیایم توی سوشیال مدیا، ولی بعد از مدتی کلا مایندست تغییر میکنه. حالا من خودم رو میگم عوض میشه، رشد میکنیم در این بیزینس، همزمان با پیشرفت بیزینسمون ما هم رشد میکنیم و این خوبی این بیزینس همین هست که همه با هم رشد میکنیم تا اینکه بتونیم در این بیزینس موفق بشیم. و یکی دیگه هم به این نکته خوب اشاره کردین که AI کسانی که دوست ندارن از تصویر خودشون یا از صدای خودشون استفاده کنن، الان این روزها AI هست، هوش مصنوعی هست، یک سری نرم افزارها و یک سری تولز هایی هست که وقتی وارد بیزینس میشید ما اونها رو به شما معرفی میکنیم و شما میتونید از طریق اونها پست بذارید و از اونها استفاده بکنید و نیازی نیست که از تصویر و صدای خودتون استفاده کنید. نگران نباشن، نگرانی هیچ اصلا برش وقت نیست که باید داشته باشن که اونها باید با چهره خود نمیم. و ما هم کسی عاشق چشم ابروی ما نیست که بیای والای فرما سر کنه. ما میتونیم که ایره متنی نوشته کنیم، ما میتونیم که ایره به شکل ویدیوهایی که گفته من میشن جور کنیم، قسمی که شما گفتین از AI استفاده کنن، از اینا استفاده کنن، هیچ این مانع نمیشه. مهم اطلاع رسانی هست، هر کس به هر طریقی که دوست داره میتونه اطلاع رسانی کنه، فقط مهم این هست که شما در مورد این بیزینس اطلاع رسانی کنید، حالا به هر طریقی که خودتون دوست دارید. یکی دوست داریم، داریم دوستان، بسیار دوستان، بسیاری از دوستان داریم که اصلا موفق هم هستن، بله، یک بار هم از تصویر خودشون استفاده نکردن، از صدای خودشون استفاده نکردن و خیلی هم تو این بیزینس موفق هستن. و یا کسایی که از افغان ها، بسیاری کس ها هستن که در سیاسی بودن، در پست های بسیار کلان در افغانستان کار میکردن و فعلا که مهاجر شدن اینجا آمدن. من یکی دو تا شب بعد تماس هم شد همراه من، گفت که ما میخوایم که بزنس شروع کنم اما من نمیخوایم که از چیری خود استفاده کنم. من برش کاملا دشریت آدم گفتم هیچ ضرورت نداری که از چیری استفاده کنی، این انتخاب خود ما بوده که آمدیم بر خود. من امیر آسانتر فکر میکنم که از که من بیایم اگه صحبت کنم برام آسانتر میباشه، یا سرچ کنم از انترنت یک تصویر دیگر رو بگیرم، میگم امی تصویر خودم باشه، بر خود آسانتر پیدا کردیم راه را. اما شما میتونین که از هر رقم از طبیعت زیبا استفاده کنین، از اکسایش فقط متن دانه نوشته کنین. و مهم و مهم قسمی که شما گفتین، کار ما اطلاع رسانی است که ما اطلاع بدیم به مردم، کار ما نمایش چهره یا چیز دیگه نیست، فقط اطلاع رسانی به هر شکلی که خود شما بخواین. و اینا را همیشه هم بازا میگم تشویش نداشته باشن، در ترنینگ ها همیشه یاد داده میشه برشان. و خوبی دیگه ای که بزنس داره همی است که ما کارهای گروپی داریم، دو همه ما شیر می سازیم، در زومایی که هفتگی داریم شیر می سازیم، چیزی را که من یاد داشتم یا من نادر جان یاد داشت یا کسای دیگه که یاد داشتن تجربه کردن، یا کسایی که پستی و بلندی بزنس دیدن، کار جایی که از پیش شان اشتباه شده یا درست نبوده، یا کار خوبی که کردن که برشان مفاد خوب تر داده، همیشه بر ما شیر میکنن و نشان میدن. و رقابت در این بزنس ما ندیدیم، رقابت غیر سالم، رقابت داریم، رقابت سالم اصلا و بجا هست و باید آدم در تمام زندگی خود رقابت سالم داشته باشه، همراه خود داشته باشه، دیگه کسا جاش باد. کاملا درست میگید فروزان جان. یکی از سوالات دیگه که خیلی از ما میکنن این هستش که کلن چجوری اعتماد کنن وارد این سیستم بشن، اعتماد سازی به این سیستم. خیلی از افراد هستن که در وبسایت ما ثبت نام کردن و یا حالا جدیدن ثبت نام کردن و وبینارها رو هم دیدن
ولی فقط در همین حد که این اطلاعات رو گرفتن، حالا هر دفعه در یک پیجی هستن برای گرفتن اطلاعات، در لایف های مختلف میان برای باز گرفتن اطلاعات، دوست دارن که بیان بیزینس رو شروع بکنن ولی مدام از این پیج میرن اون پیج و میخوان که اطلاعات کسب کنن، بله بله در صورتی که ما بهشون گفتیم که شما فقط از لایف ها و از پست ها و وبینار ها فقط 10% اطلاعات رو میگیرید و بقیه اون اطلاعات و جزئیات این بیزینس رو شما در دوره آزمایشی میتونید داشته باشید و تا وارد دوره آزمایشی نشید شما نمیتونید اطلاعات کامل رو کسب کنید. شما هر چیز هم که بخواید از این پیج برین اون پیج و خودتون رو عقب بکشید و وارد دوره آزمایشی نشین، نمیتونید درست تصمیم گیری بکنید. شما در این مورد چه صحبتی دارین که اعتماد کنن وارد سیستم بشن؟ اعتماد اول خود به خود باید بکنه آدم، همه ایش باید آدم صدای قلب خود بشنوه، متوجه شود به اولین اولین قدم را که بگذارن که میاین سر صفحه ما استاد شدن، هم یا حرف ما خود در گوش میکنن یا پسان میاین میبینن یا کدام ویدیوی دیگه ما را سرش سکرول نمیکنن میبینن، متوجه از ایشان که ما چرا همیج استاد شدن، چرا گوش کردم حرف فایز را، حتما یک ندا هست برای من که من این حرفا را گوش میکنم. با همیش من خودم کوشش میکنم که با صدای قلب خود رفتار کنم که چی برای میگه. اعتماد بازم میگم بر خود بکنن، بیاین امو قدم اول که من همیش میگم سختترین و بهترین قدم است، اونمو را بگذارن. تمام لیل و نهار یا حتی سختی ها یا مشکلاتی که در این بزنس هست، وقتی که هر کس مثل دکتر واره که پیش دکتر بیری، اما سختترین اما ورستش برات میگه که تکلیف تو چی است، اما راه های آسان هم هست، امور رو پیش میبرن. دوستای عزیزم همه تو فکر کردن وقتی که میگن آنلاین بزنس هست و من هیچ آشنا نیستم، من انگلیسی نمیفهمم، من از چیریم استفاده نمیکنم، من کمپیوتر نمیفهمم، من فامیلم را خواهد اجازه نداد، من مردم چی خواهد مرا گفت، مرا وی دوست آشنا اگر ببینن بگن که چی چطور میشه، یا مرا که یک کسی گفت برم تلفن کرد گفت فروزان جان نانت کم بود، آوت کم بود، حالی بزنست کجا بود که تو آمدی بزنس میکنی؟ خنده کردم گفتم خیر، باز یک روز خواه تام آمدی همی بزنس شروع کردی. واله بسیار همه تا دلش دک دک داره، هر وقت میای سوال هم میکنه، پرسان هم میکنه، سه بار مسیج هم دادم، من گفتم واله خودت چی کم است. اینا چیزی است که اعتماد به نفس ما رو بالا میبره اگر آدم دقیقا بفهم آدم پشت کار داشته باشه. و یعنی موقعیت اینترنتی که من دانا جان برای من خودت و بازم میگم از آنها نفر دیگه که از سراسر دنیا هست آرامش خاطر داده، این بسیار یک کار عادی نبوده. چانسی پیش روی من آمده، ما چقدر دعا کردیم برای خداوند که بر من یک رای درست نشان بده که حداقل وقتی که من پیروزی شدم در خانه بودم، چون به دهه‌ای که ما آمدیم در این ملک ها مهاجر شدیم، حقوق بازنشستگی یا تقاعدی خوبم خودتا میفهمیده می کالیفرنیا هستی که دولت در نظر نداره، حتی کسایی که درس خواندن مکتب خواندن همینجا امونام که وقتی که ریتایرد میشن حقوق آنچنانی که باید زندگی آنچنانی داشته باشن ندارن. امی حالا که در هر مغازه که میری چقدر کسا اشخاص های پیروزایی رو میبینی که ریتایرد شدن هنوز هم کار میکنن، وقتی پرسانشان میکنی که چرا کار میکنی، میگه که پول را که دولت برای ما در نظر گرفته او پورا نمیکنه، بس نمیکنه، نرخ تورم ما میبینیم که به چی حد به کجا رسیده. به این خاطر به ما اعتماد نکنن، به خودت هم اعتماد نکنن، به صدای قلب خود اعتماد کنن، به نرخ روز دنیا اعتماد کنن، ببینن که چی گپ است در دنیا، چی میگذره، تمام مردم چرا رو آوردن به دیجیتال، چرا مردم تمامش آنلاین میخواین کار کنن، به خاطر که هم تایم خود سیف کنن، هم وقت خود یا در خانه باشن، هم رای اولادای خود. بسیاری کس ها هست که میال فعلا از افغانستان مهاجرت کردن اینجا آمدن، دیگری در دست داره اما
نفر کس ندارن، فامیلاشان اینجا نیست که طفل خدا برش بانه، دیکیر بسیار پول گذاف ازشان میگیره. بر از اونا ای بزنس من میگم که جان است، به خاطر از اینکه هم میتونن که طفل خدا به شیوهی که خودشان بخواین تربیه کنن، هم درآمد می داشته باشن، دست شوهر خدا یا از خانم خدا یا هر کسی که در فامیل است یا پدرشان یا برادرشان می گیرن، هم استقلال مالی بر خود می داشته باشن، که بهترین و مهمترین چیز بر خانما استقلال مالی است، که دستش در جیب خودش باشه. دست آدم برکز دراز نباشه بسیار سخت است. ما هیچ وقت نبوده و نبودیم، نداشتیم این کار، همیش کار کردیم. اگر در افغانستان بودیم، اگر در هیچ هستم، همیش ما دو جاب داشتیم، دو کار داشتیم. هیچ وقت ما به یک کار اکتفا نکرده بودم و نمیکنم و نکردیم. و حالا به می خاطر که بازم میگم که یک آرامش خاطره که این موقعیت بر ما میته، ما این شیار میسازیم برای کل ای که بیاین به خاطر اعتماد کنین. اما قدم اول که بهترین قدم است بگذارین. اگر دوست داشتین پیش میبرین، اگر نداشتین یک ماه بسیار وقت است، وقتی که هم 149 دلاره که بسیار در موردش سوال میکنن که یک بحث جدایی است. همگی میگن که چرا کل معلومات اینه میاله برم نمیتی که تو مگی 149 دلار بتی. اگر در یک مغازان بری یک چیز را بخری، کل مغازه رو بردیم دفتن نمیده، خب کم کم میخری، کم کم برات مواده که خود پیسه داده میری باز برات مواده میدن. یا یک اپلیکیشن اگه یک جای خانه پوری میکنی، بسیاری اپلیکیشن هاست که همه آنلاین هم میگه که اول فیش اینه قدر میشه، بیا بعد از او باز اپلیکیشن رو بطبقش پیش ببر. به اون خاطر 149 دلار شما اونا هیچ کس پس نمیده پولتانه، هم ما پس میدیم پولتانه. یک ما اگر پول وام من نمیگیرم، من دنجا نمیگیره، در سیستم خود شما همراه امو کردیت کارت که اعتبار شما هست در کشوری که هستین داخل میکنین، یک ما امو جا قسم امانت گذاشته میشه. اگر دوست داشتی بزنس تا پیش میبری، سرمایه گذاری میکنی، باز وقت خودتان میفهمید که 149 دلار تان به کدام راه ها مصرف میشه که بسیار ناچیز است. اگر نیک دوست نداشتی، فقط یک تکس یک مسج میکنی به ما یا به مندنا جان، یا ایست که در پایان همو ایمیل که رسید گرفتی از آپشن داره که چطور ریفند کنین، خودتان ریفند کنین، دوباره پولتان بگیرین. هم ما 99% افراد که ریفند کردن پس آمدن. خیلی عالی، خیلی خوب توضیح دادید. دیگه مرحله آزمایشی رو هم گفتید شما، خیلی عالی بود. خیلی خوب بود، عالی بود. فقط دوستان اگر که سوالی دارید از ما در دایرکت سوالاتتون رو بپرسید، ما به سوالات شما جواب میدیم. و این بیزینس برای هر سنی از سن 18 سال به بالا تا 70 سال هست. از هر شغلی که شما فکرش رو بکنید در این بیزینس هستن و همه به خاطر این اومدن که از اون وقت اضافهشون استفاده بکنن. بعضی از افراد که میان با شغلهای بسیار خوب میان، درآمدشون خوب هست، اما فقط میان برای اینکه بتونن در کنار کارشون یک درآمد از اون وقت اضافهشون درآمد داشته باشن، و اگر یه موقع نتونستن که کار اصلی خودشون رو ادامه بدن، به هر حال یک درآمد جانبی و یک پلن بی داشته باشن که بتونن بهش اتکا کنن. برای اون دسته از عزیزانی که ناتوانی جسمی دارن، اونهایی که کار سنگین دارن، و حتی ما الان در بیزینسمون افرادی داریم که فلج هستن و نمیتونن خارج از خونه کار کنن، بیماری های خود ایمنی دارن یا بیماری هایی دارن که سیستم ایمنیشون مشکل داره و نمیتونن خارج از خونه کار کنن، همه دارن کار میکنن، دارن درآمدزایی میکنن از این بیزینس، چون این بیزینس به هر حال امتحان خودش رو پس داده، تعداد زیادی در این بیزینس دارن درآمدزایی میکنن، دارن فعالیت میکنن، که ما 216 هزار نفر هستیم و همه در سوشیال میدیا دارن از این بیزینس و از این شرکت دارن ادورتایزینگ میکنن و دارن تبلیغات میکنن و اطلاع رسانی میکنن. و راهی هست که خیلی ها رفتن این راه رو،
و دیگه نگرانی نداره و شما اگر اونها موفق شدن ما موفق شدیم، شما هم موفق میشید و فقط نیاز هست که پشتکار داشته باشین، به خودتون اعتماد داشته باشین، باور داشته باشین خودتون رو و بیاید تو دوره آزمایشی خودتون بیزینس مدل ما رو ببینید و بعد قضاوت کنید. قبل از اینکه وارد دوره آزمایشی بشید قضاوت نکنید و فقط و فقط اطلاعات کامل رو و با جزئیات رو میتونید در دوره آزمایشی داشته باشید. من میخوام دیگه لایف خیلی طولانی نشه فروزان جان. مرسی از اینکه وقت گذاشتید آمدید. ممنونم از همه عزیزانی که ما رو در این لایف همراهی کردن. تا یک لایو دیگه اگر صحبتی ندارید که لایو رو ببندیم. تشکر تشکر مندنا جان، تشکر از اینکه وقت گذاشتین شما. بسیار خوشحال شدم که امرایتان هم صحبت شدم بازم و باز میاییم و باز میاییم. اگر سوال دارین دوستای عزیز لطفا در قسمت کماند یا بر ما از طریق مسنجر یا مسج همی انستاگرام مسج کنین که ما در مورد چی بر شما زیادتر لایف بگذاریم، سوال شما چی است، در کجا بند ماندین، که کجای صحبتهای ما را متوجه نشدین، ما حتما واضح می سازیم براتان، وایس می گذاریم و سوالتان جواب می دیم و در خدمتتان هستیم. تشکر مندنای عزیز. تشکر از شما. مرسی. خداحافظ شما. خوشحال شدم. خداحافظ شما. همچنان. خداحافظ شما.